آمین. همون گونه که اعلام کردم چند جلسه هست درباره انسان مقدس و خدای قدوس صحبت میکنم. خدای قدوس که بی‌نهایت نیکویی هاست و انسان مقدس که یعنی پاک شده، تطهیر گردیده، جدا شده از چی؟ یه چند تا جواب بگیرم. این انسان مقدس از چی جدا شده؟ دیگه گناه جمع میشه. از این دنیای گناهالود، بله دیگه، ظلم، ستم، خودخواهی ها، وسوسه ها، بدی ها، رنج ها، کینه ها، حسادت ها، جهالت ها، طمع، ترس ها، ناامیدی ها، بله همه اینها چیزایی هست که توی این دنیاست. اما اولین قلمرو و انحراف آدمی در باغ عدن به نظر شما چی بود؟ توی باغ عدن چه اتفاقی افتاد؟ جان؟ طمع؟ بله خب دیگه، بی‌اطاعتی، همه اینها زیر پوشش عهد شکنی. آن عهدی رو که چون آدم و حوا که چیزی نمی‌دونستن، مفسرین کتاب مقدس به این باور هستن که آدم و حوا توی بین 30 تا 34 سال، 5 سال به امروزی آفریده شدن. پس اونها آگاهی نداشتن. آنچرا که آگاهی داشتن روح القدس بود که به اونها میگفت. پس آدم و حوا نسبت به اون عهدی رو که با خدا بسته بودن شکستن. یعنی اولین انحراف اون بود که ثمره اون متاسفانه عدم اعتماد در مخاطبین، خیانت، دروغ، ریا و نهایتاً داریم میبینیم توی دنیا جنگ و جدل، قهر و جدایی و هلاکت هست. آدم و حوا عهد شکنی کردن، یعنی همانا بدقولی، چیزی که باعث متاسفانه این همه آشوب و تلخی در دنیا شده. شاعر میگه کجا شد عهد و پیمان را چه کردی؟ امانت های چون جان را چه کردی؟ چی شد اون عهدی که بستیم؟ حالا من اینجا اشارم به در حضور خداست، به کلیسای مسیح هست، به روزی که تعمید گرفتی، به روزی که با معلمت صحبت کردی، به روزی که با خدا صحبت کردی تو سختی ها و مشکلات بودی، به روزی که با خواهر و برادرت صحبت کردی که برام دعا کن، من میخوام وفادار به کلیسای مسیح باشم، به کلیسای مسیح کمک کنم، بیام برم. میگه کجا شد عهد و پیمان را چه کردی؟ امانت های چون جان را چه کردی؟ آدم و حوا چه کار کردید با این عهدی که خدا باتون بست؟ چرا کاهل شدی در عشق بازی؟ سبک روحی و مرغان را چه کردی؟ چگونه شد تو که در حضور خدا که کمال خوشی ها هست بودی، پر از شادی، پر از امید وارد کلیسا می شدی، با دردهات می اومدی یه بغل خادمین قرار می گرفتی، اشکاتو می ریخت، ترساتو بر می داشت با دعاهاش، نگرانی هاتو بر می داشت، می رفتی در حضور خدا، خدا تو رو برکت آرامش و تسلی می داد. چی شد آدم و حوا در باغ عدن؟ امروز هم ما در باغ عدن. باغ عدن یعنی محل ملاقات انسان با خدا. چه کار کردیم؟ حالا میتونی اینو تو بلوک خانوادت ببری، اون روزهایی که کسی که دوستش داشتی باش وقت گذاشتی، اون روزی که بچت به دنیا اومد، به خودت، به اون بچه، به اون نوزاد، به خدا گفتی من اینو رها نمیکنم، من جونمو براتون میدم، و و و و تمام عهدا و پیمانهایی که بستیم. چرا کاهل شدی در عشق بازی؟ سبک روحی مرغان را چه کردی که در حضور خدا روح القدس بودی؟ نشاط عاشقی گنجیست پنهان، چه کردی؟ گنج چه کردی؟ اون شادی، اون نشاطی که در حضور خدا داشتی مانند گنجی تو دلت. اکثر ایمانداران مسیح و خود من از جمله وقتی نسبت به مرگ فکر میکنیم و یه اتفاقی میفته، حقیقتا خود من وجودم پر از شادی میشه، چون چیزی به نام مرگ رو نمیتونم بپذیرم. من خودم رو در حضور خدا میبینم. چرا وعده خدا هستش که بدون داوری ما میریم به حضور خدا، بدون داوری ما میریم، و این فیض خداست. و اکثر کسایی که
من دیدم توی لحظه های آخر بودن و ایماندار بودن، ازشون سوال کردم، به من گفتن بعد از ما فقط منتظر اون لحظه هستیم، حالا پر از درد بودن، اون لحظه هستیم که میریم در حضور خدا و این قوت و این شادی همون گنج پنهان هست که در وجود اون افراد هست. نشاط عاشقی گنجیست پنهان. چه کردی؟ گنج پنهان را چه کردی؟ چرا از دستش دادی؟